جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی از سیاتل همراه ما هستن. خیلی خوش آمدید. آقای روشندل، ما شاهد تداوم اعتراضات دانشجویی در سراسر کشور هستیم. ارزیابی شما از این اعتراضات چی هستش؟ درود بر شما و درود به دانشجویان مبارز ایرانی. یکی از ویژگی‌های این خیزش مردمی در نقش آفرینی جوانان است که پرچم زن، زندگی، آزادی رو از فردای روزی که مهسا امینی در بازداشتگاه گشت به اصطلاح ارشاد کشته شد به دست گرفتن، به تا به امروز قریب 4 هفته از اون رو با شجاعت پشت سر گذاشت. نخبه ترین، جوان ترین، حساس ترین افراد جامعه در نهادهای آموزشی حضور دارن، دارن درس میخونن. اینها جوانایی هستن که امیدوارن فردایشون از دیروزشون بهتر باشه، بنابراین فقط امروز رو دارن که براش بجنگن و این همون چیزیست که ما شاهدش هست. جرقه اعتراضات از زمانی که زده شد تا به امروز این جوانان رو متوجه کرده که چه خطری در سر راه اونا و در سر آینده اونا قرار گرفته و چطور یک رژیم سرکوبگر اقتدارگرا داره آینده اونا رو نابود میکنه. بنابراین پاسخها و اظهارات و سخنگویان دولتی، هرچی حرفایی که در این روزا زدن، هر روز به روز و لحظه به لحظه به اصل سرکوب تکیه کردن و بنابراین دانشجویان و حتی دانش آموزان رو متوجه کردن که در عمل اونها بایستی این مبارزه رو پیش ببرن و به طور کلی در یک قرن اخیر هم همیشه این جوانان بودن که از دانشگاه ها پیشگامان مبارزه از میان مردم بودن و پرچم رو در دست داشتن. ما در این دوره از اعتراضات دانشجویی شاهد همکاری بیشتر و کاملتر حراست دانشگاه ها و رؤسای دانشگاه با نهادهای امنیتی هستیم. چرا؟ ارزیابی شما از این موضوع چی هستش؟ ببینیم، ما وقتی صحبت از دانشگاه میکنیم یا نهادهای مربوط به دانشگاه مثل حراست، فکر میکنیم که حالا یک رئیس دانشگاه وجود داره که بالاترین مقام علمی و اداری دانشگاه است و بعد حراست زیر نظر رئیس دانشگاه کار میکنه، در حالی که یک تصور نادرستی است. نهادی که در بالای سر همه اینا قرار گرفته، عنوانش از نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه. اینها رئیس دانشگاه و یا هر کسی رو که با سیاست‌های رهبری همسویی نداشته باشه تحت فشار قرار میدن. بعضی از رؤسای دانشگاه و من میگم اقلیت اونها به این فشارها تسلیم میشن. در خبرها خود شما اشاره کردید، تعداد اساتید و دانشگاهایی که هر روز دارن اعلامیه میدن به حمایت میکنن از دانشجویان خیلی زیاد هستن، ولی خب معدودی هم هستن که همکاری میکنن و به خصوص حراست دانشگاه که کارمندانی هستن که انتخاب شده هستن برای یک چنین روزی و برای یک چنین سرکوبی. اونها حتی علیه اساتید و کارمندان پرونده سازی میکنن و در شرایط عادی حتی موقعی که این خیزش وجود نداشت. در عمل رؤسای دانشگاه و اساتید بسیار مردمان عموماً شریفی هستند که با نهاد رهبری در تعارض تضاد دائم هستند. از یک طرف بایستی علم رو حفظ بکنن و حیات دانشجو رو حفظ بکنن، در حالی که نهاد رهبری هرچی بیشتر میخواد علم رو توهی بکنه و دروس اسلامی رو جایگزین بکنه. بنابراین من فکر میکنم پیشرفت این تظاهرات و اعتراضات دو طرف دانشجو، استاد و رئیس دانشگاه بیشتر به هم نزدیک بشن و این جنبش رو پیش ببرن.